الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين سيما بقية الله في الأرزين روحي له الفدا وأرواح العالمين أما بعد قال الله الحكيم في كتابه العظيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا عباد الله أوصيكم بتقوى الله. در آغاز خطبه اول خود و همه شما مؤمنان نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می‌خوانم، زیرا در منطق آسمانی قرآن تقوا معیار ارزش و عظمت و کرامت انسان است. تقوا با معرفت خدا و خدا باوری در وجود انسان شکل می گیرد، شخصیت انسان را می سازد، گفتار و رفتار آدمی را در مسیر انسانیت توحیدی تنظیم می کند. مولا الموحدین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه آلاف و تحیت و سنا خطبه دارد به نام خطبه متقین که در اونجا بسیار با کلمات زیبا و ارزشمند انسانهای با تقوا را توصیف میکند. بنده فقط یک جملش را عرض میکنم و بعد میریم روی یک بحث به اصطلاح فرهنگی و تربیتی در خطبه اول و پوشش دادن مسائل و مشکلات کشور و مناسبت ها در خطبه دوم انشاءالله و تعالی. امیرالمؤمنین در وصف متقین می‌فرماید عظم الخالق فی انفسهم فصغر ما دونه فی اعینهم. مگه انسان متقی چون به لحاظ معرفتی به خدا وصله، عظمت خدا را، نقش خدا را، حضور خدا را در لحظه لحظه زندگیش میبیند، خدا در نظر او بزرگ است و عظیم است و همه کاره عالم است. فصغر ما دونه فی اعینهم، غیر از خدا در نظر انسان تقوا باور کوچک است. حقیقت هم همین است که همه کاری این عالم خداست و هر آنچه غیر خداست در تمام شؤون زندگیش وابسته به خدا، محتاج به خدا و فقیر الی الله است. بنابراین یکی از ارزش‌ها و برکات تقوا که توصیه مرتب همه نماز جمعه هاست این است که انسان را به لحاظ فکری و معرفتی اون چنان رشد می دهد که در این عالم و در لحظه لحظه وجود خدا را مؤثر می داند و نه غیر خدا را. و اما در رابطه با بحث فرهنگی تربیتی که میخواهم در خطبه اول خدمت شما مؤمنین نمازگزار باشم، با توجه به شرایط روحی و روانی که ما و شما در این ایام داشتیم و داریم، ذهن ما، ضمیر ما، دل ما و جان ما در این طول یک ماه خوردی
به نام زهرای مرضیه گره خورد و در مجلس های متعدد از این بانوی سراسر نور و سرور و معنا و معنویت و شرف و کرامت شنیدیم و خدای را باید سپاسگزار باشیم که در اون قله به اصطلاح بلند فکر ما و اندیشه ما و باور ما خورشید وجود زهرای مرضیه می درخشد و پرتو افگنی می کند تا ما را رسم زندگی را از این کوثر قرآن و از این طوبای عرش یاد بگیریم. عزیزمون جناب آقای جعفری هم راجع به ویژگی های این بانو برایتون صحبت کردن، بیشتر زمینه فکری آماده شد تا بنده بحثم را روی سه نکته متمرکز کنیم: یک، فرهنگ فاطمی، دو، خانواده فاطمی و سه، جامعه فاطمی. برادران، عزیزان، مؤمنین نمازگزار، وقتی ما می توانیم در یک جامعه احساس سعادت کنیم، وقتی ما می توانیم یک جامعه ایدئال و ارزشمند داشته باشیم که بخواهیم این جامعه را بر اساس یک فرهنگ اصیل، بر اساس یک فرهنگ ارزشمند توحیدی بسازیم، و اگر نتوانیم جامعه خود را آنگونه که باید بسازیم، قطعا در جامعه احساس سعادت و سلامت و پویایی نخواهیم کرد. برای ساختن یک جامعه سالم، فرهنگ سالم نیاز است، خانواده سالم نیاز است. ما اگر بخواهیم جامعه سالم داشته باشیم، اول باید فرهنگ فاطمی را بیاموزیم و بین را و این نکته ها را بدانیم که فاطمه زهرا و امتیاز وجودی این بانوی با کرامت چی بود. زهرای مرضیه تندیس ایمان، سمبول عفاف و نماینده تمام ارزش های توحیدی است. در خانه فاطمه ایمان ارزش است، دین ارزش است، اخلاق ارزش است، رفتار درست انسانی ارزش است، مسئولیت شناسی و مسئولیت باوری و مسئولیت گرایی ارزش است. چرا ما اینقدر اصرار داریم که باید به فاطمه اقتدا کنیم؟ فاطمه یک زن ثروتمند نیست، فاطمه یک زن قدرتمند نیست، فاطمه یک انسان است که تمام وجودش را بندگی خدا، معرفت خدا، حرکت در مسیر خدا و تنظیم یک خانواده و برنامه خانوادگی بر اساس فرهنگ توحیدی و قرآنی شکل داده است. زهرا در وجودش عفاف است، زهرا در وجودش حجاب است، زهرا در وجودش ایمان به خدا و قرآن و ائمه معصومین سلام الله علیهم اجمعین تجلی کرده است. چرا خدا با تمام عظمتش و علمش و حکمتش زهرای مرضیه را گرامی می دارد؟ چون زهرای مرضیه ارزشمندترین هدیه آسمانی و عرشی و ملکوتی خدا و بهترین بنده خدا در روی کره زمین است. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر. خدا به پیامبرش میگوید من اون گوهری بی مثل و مثال هستی را به تو دادم. فرهنگ فاطمی برادران بر چی استوار است؟
انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس اهل البيت ويطهركم تطهيرا. فرهنگ طهارت است، فرهنگ پاکی است، فرهنگ پاکیزگی است. شیعیان فاطمه، عاشقان فاطمه، پیروان فاطمه سعی کنن در خانوادیشون فرهنگ زندگی فاطمی برقرار باشد. مرد خانواده باید فاطمی زندگی کند، مادر خانواده باید فاطمی زندگی کند، تا فرزندان فاطمه شناس، فرزندان فاطمه باور و فرزندان استوار بر اخلاق و رفتار فاطمی را در جامعه تقدیم کند. خانه فاطمه برادران مؤمنان نمازگزار خانه عشق است، خانه محبت است، خانه ایثار و خانه فداکاری است. امیرالمؤمنین علی ابن ابی طالب وقت وارد این خانه می شود احساس می کند که در یک بهشت بی مثل و مثال از خوبی ها دارد زندگی می کند، چون می داند که فاطمه در این خانه چقدر فداکاری می کند، چقدر ایثار می کند، چگونه حسنش را، حسینش را و زینبینش را تربیت می کند. امیر المؤمنین درگیر رتق و فتق امور هست، درگیر جنگ ها و غزوات هست، درگیر گستریش اسلام و فرهنگ قرآنی هست. اما وقت در خانه بر می گردد می بیند زهرای مرضیه این خانه را تبدیل به بهشت زندگی کرده است. مادران فاطمه شناس، مادران فاطمه باور، شما وظیفه دارین که خانه را به لحاظ نظافت، به لحاظ نظم، به لحاظ امنیت، به لحاظ تربیت فرزندان به یک بهشتی از خوبی ها و صمیمیت ها و محبت ها تبدیل کنید. تا وقت پدر خانواده وارد می شود در خانه احساس آرامش کند، در خانه احساس آسایش کند و دقیقا همون مسئولیتی که متوجه مادران خانواده هست متوجه پدران خانواده نیز هست. یک پدر باید تلاش کند علی گونه مسئولیت هایش را بشناسد، علی گونه مسئولیت هایش را بپذیرد و علی گونه مسئولیت هایش را ادا کند. برادران عزیز، خانه و خانواده جای خشم، جای خشونت، جای فحاشی، جای دعوای زن و شوهری نیست. قطعا در زندگی مشکلاتی هست، انسان ها عیب و ایراد دارند، انسان ها نواقص رفتاری و اخلاقی دارند، ولی راه خوب تربیت کردن آدم ها، راه رها شدن آدم ها از عیب ها و نقصان ها، خشم و خشونت و فحاشی و امثال اینها نیست. پس ما اگه بخواهیم با فرهنگ فاطمی زندگی کنیم باید اول خدا باور بشیم، خدا را بشناسیم، بعد بر اساس خدا گفتار ما را، رفتار ما را، اخلاقمون را در خانواده تنظیم کنیم تا بتوانیم فرزندان فاطمی را در جامعه تقدیم کنیم. هرگاه فرهنگ شد فرهنگ فاطمی، قطعا خانواده هم می شود خانواده فاطمی. خانواده اگر فاطمی شد دخترش حجاب دارد، خانواده اگر فاطمی شد مادرش در عین حالی که متانت معنوی دارد حجابش را، عفافش را، نمازش را، عبادتهایش را، ایثارش را، فداکاریش را، گذشتش را در برابر مشکلات به صورت عملی به فرزندانش منتقل می کند. و اگر ما در این وضعیت قرار بگیریم
که برخلاف عادتها، برخلاف رسم و رسومها، برخلاف آنچه که دل ما میخواهد و سلیقه ما میپسندد، برنامه زندگی فردی و خانوادگی خود را از دل فرهنگ فاطمی انتخاب کردیم، قطعاً اونگاه گامی به سوی داشتن جامعه فاطمی برخواهیم داشت. جامعه فاطمی در حقیقت همون جامعه ایدئال توحیدی است که انسانها خود را در قبال همه چیز مسئول می دانند. قفوهم انهم مسئولون در قرآن داریم. ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا را در قرآن داریم. یعنی انسان به عنوان یک موجود مسئول در این سراپرده هستی زندگی می کند. مسئولیت ما در جامعه چیست؟ صداقت را تقویت کنیم، تعهد را تقویت کنیم، امانتداری را تقویت کنیم، راستگویی را به فرهنگ اجتماعی تبدیل کنیم. برای زندگی کردن، برای درآمد داشتن، برای کار و کسب که جزئی وظیفه های اساسی انسان است، برادران، دروغ گفتن، دغل کردن، نیرنگ بازی کردن، کلا بر سر مردم گذاشتن، حق را ناحق کردن، این فرهنگ دینی و اسلامی و شیعی و فاطمی نیست. بله، باید کار کرد، تلاش کرد، احتیاجات را رفع کرد، خانواده را تأمین کرد، اما بر اساس صداقت، بر اساس درستکاری، بر اساس تعهد و بر اساس ادای مسئولیت انسانی. اگر ما بخواهیم جامعه داشته باشیم که در آن رنگ نباشد، ریا نباشد، دروغ نباشد، سنت‌های غلط نباشد، فرهنگ‌های ویرانگر نباشد، این را باید از درون خانه شروع بکنیم. اولین کسانی که خانواده تشکیل می‌دهند، زن و مرد جوانی که وارد خانواده می‌شوند، باید خودش را در قبال سرنوشت مشترکشان بر اساس آموزه‌های دینی و اسلامی و شیعی و فاطمی مسئول بدانند. وقتی انسان خودش را مسئول دانست، و حدودش را مشخص می کند، رفتارش را مطابق مسئولیتش تنظیم می کند، ولی اگر نه کسی اساساً به مسئولیتش توجه نداشته باشد، بگوید حالا که زندگی تشکیل دادیم، مردم هر گونه که زندگی کرد، ما هم به همون شکل زندگی می کنیم، قرار نیست برادران ما پیرو مردم باشیم. قرآن نگفته اطیع الناس، گفته اطیع الله و اطیع الرسول و اولی الامر منکم. گفته از خدا پیروی کنید، از انبیا پیروی کنید و از ائمه معصومین و از صدیقه طاهره فاطمه زهرا سلام الله علیها پیروی کنید. پس خوب دقت کنید برادران، ما اگر بخواهیم یک جامعه خوب، یک جامعه ایدئال، یک جامعه سالم داشته باشیم، باید فرهنگ فاطمی را در خانواده جدی بگیریم، تربیت فاطمی را در خانواده جدی بگیریم، فرزندانمون را علی شناس بار بیاریم، فاطمه شناس بار بیاریم، با قرآن و ارزش‌های قرآنی آشنا بکنیم که وقتی اینها وارد جامعه شدن و جامعه آینده ما را ساختن، در سایه فرهنگ حیات بخش زهرایی و فاطمی از روابط اجتماعیشون لذت ببرن، در جامعه احساس سعادت و سلامت بکنن، جامعه که در آن فاطمه حضور داشته باشد، علی حضور داشته باشد، مسئولیت های انسانی ادا شده باشد، در این جامعه قطعا مشکلات به حد اقل خود می رسد. من یک نمونه عرض می کنم
چند وقت قبل بود به عنوان این که میخوام بگم رسم و رواجهای ما بعضا غلطه برادران، نه تنها دینی و اسلامی و شیعی نیست که حتی انسانی هم نیست. من در چندین جلسه رفته بودم و عقد دو تا جوان را با هم خوانده بودم. متاسفانه هزینه ها سنگین، مهریه ها بر اساس عادت های غلط بالا، ولی در یک جا رفتم از من خواستن عقد بخونم. وقتی پرسیدم مهر چیست، یک جمله گفتن من خودم تکان خوردم و اون جمله این بود که مهر این دختر خوشقدم برای این داماد خوشقدم فقط یک جلد کلام الله مجید. من راستش بر اساس فرهنگ عرفی شک کردم، مجدداً پرسیدم، گفت آقا رسم ما همین است که ما یک جلد کلام الله مجید را به عنوان مهریه قرار می دهیم. من خدا می دانم اونجا تحت تأثیر قرار گرفتم، به این نکته پی بردم که این مجموعی که با هم زندگی می کنن چقدر انسانهای ارزشگرا و ارزشمدارن، چقدر آدمای مسئولیت شناس و مسئولیت باورن که مقدسترین پیوند یعنی ازدواج را با مقدسترین کتاب عالم یعنی قرآن پیوند میزنن و یقین کردم که این زندگی سلامتش و سعادتش و همه خوشبختی هایش و برکاتش تضمین شده است و لذا با اونها تبریک گفتم و از اون جلسه بیرون آمدم. اینها فرهنگ است که به ما قرآن یاد داده، ائمه معصومین یاد داده، زهرای مرضیه یاد داده. سعی کنیم برادران، پدران، مادران، نسل جوانی که در حال رشد هست اگر بخواهیم در جامعه فساد کم باشد ازدواج را تسهیل کنیم، ازدواج را آسان بگیریم. این رسم و رواج ها هم دنیای ما را خراب کرده و هم آخرت ما را خراب خواهند کرد. ازدواج آسان ازدواج زهرایی است، ازدواج آسان ازدواج علی و فاطمه است، اما ازدواجی که در آن پول مبنا باشد، قلی مبنا باشد، مهریه های آنچنانی مبنا باشد، این زندگی متزلزل است. این زندگی درش احساس خوشبختی و سعادت نخواهد آمد. توصیه من به عنوان یک برادر به همه پدران و مادران و همه کسانی که در این روز جمعه حاضر هستند این است که اگر میخواهید آینده نسل ما احساس سعادت کند، یک گام در این مسیر بردارید و آن این که ازدواج را آسان بگیرید. امیدوارم که خدای متعال به همه ما و شما این توفیق را عنایت کند که در سایه فکر فاطمی و فرهنگ فاطمی و خانواده فاطمی بتوانیم انشاءالله جامعه ارزشمدار فاطمی داشته باشیم. بسم الله الرحمن الرحیم. انا اعطیناک الکوثر صل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إلهنا وطبيب أنفسنا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى علي أمير المؤمنين آیتك الكبرى والنبأ العظيم وعلى الصديقة الطاهرة وعلى الحسن والحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف القائم المهدي
بهم نتولا و من ادائهم نتبرا. اوصیکم عباد الله و نفسی به تقوى الله. در آغاز خطبه دوم مجددن خود و همه شما مؤمنین نمازگزار را به تقوا و پروای الهی فرا می خوانیم، زیرا تقوا اون گوهری سازنده حقیقت و جوهره انسان است که علاوه بر این که می تواند ما را در مسیر کمالات معنوی با پیش ببرد، مطابق فرهنگ قرآن تقوا معرفت آور است. اتقوا الله یعلمکم الله. خداوند می فرماید شما تقوای الهی داشته باشید، من خداوند مستقیما آموزگار شما می شوم. اساسا بر اساس تقوا و پاکی درونی است که انسان توفیق معرفت‌های ناب را در این عالم پیدا می‌کند. انشاءالله امیدواریم که خداوند همه ما و شما توفیق زندگی همراه با تقوا و خدا ترسی را عنایت فرماید. در خطبه دوم ما مسائل زیادی در کشور داریم که امیدواریم بتونیم از پس تحلیل آن در مدت زمان کوتاهی که هست بر بیاییم. حقیقتش اینه که اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کشور اوضاع بسیار ناهنجار و دردآور است و بر مسئولین و گردانندگان حکومت فعلی هست که واقعیت‌های تلخ و دردآور کشور را درک کرده و بر اساس آنچه که در این کشور واقعیت هست برنامه ریزی بکنند تا مردم از زیر فشار سنگین مشکلات اقتصادی و آشفتگی های اجتماعی خارج بشوند. توصیه برادرانه و متعهدانه و کارشناسانه ما به تحریک محترم اسلامی طالبان این هست که قدر ملت افغانستان را بدانند. ملت افغانستان نشان داد در تحولات اخیر که ملت فهیم، ملت رشید و ملت بسیار ارزشمند است. همین که این ملت در کنار نظام فساد پیشه سابق نیستاد، نشان دهنده رشد اجتماعی و سیاسی این ملت بود. این ملت با استاد نشدن و دفاع نکردن از نظام فاسد و پوشالی قبلی در حقیقت به نوعی از آمدن طالبان پشتبانی کردن و حمایت کردن و استقبال کردن. بنابراین می طلبد که قدر چنین ملت را گردانندگان امروز حکومت در افغانستان بدانند. قدر جوانان تحصیل کرده این ملت را بدانند. بر اساس اصول شناخته شده بین المللی و یا بر مبنای مؤلفه های ارزشمند دینی و اسلامی، یک حاکمیت سیاسی مورد قبول ملت افغانستان را هرچه زودتر به وجود بیاورند تا مردم از این حالت تردید و دودلی، از این حالت ابهام و آشفتگی اجتماعی بیرون آمده و در این کشور بعد از 43 سال جنگ و جدل و ویرانی و خرابی احساس امیدواری بکنن نسبت به آیندهشان. این جزوی مسئولیت‌های اولیه مسئولین ردبالای گروه محترم طالبان هست که اوضاع سیاسی و اجتماعی و اقتصادی کشور را درست درک کنند و برای بیرون رفت از این بنبست‌های سیاسی و اجتماعی و اقتصادی برنامه‌های مشخص و مدونی داشته باشند. مسئله دیگری که هست بحث جلسه صلح افغانستان در نروژ هست که در این روزا
نمایندگان تحریک اسلامی طالبان به ناروی رفتن، ایده‌ای از جامعه مدنی رفتن، از کشورهای اروپایی و آمریکایی هیئت‌های آمدن و در این جلسه که 3 روز به طول انجامید بحث‌های شد. همینا حرفایشون زدن، هم دنیا حرفای خود زدن، از دل و برایند این به اصطلاح جلسه این شد که در افغانستان باید یک حکومت فراگیر ملی شکل بگیرد. 2 بحث حقوق بشر را باید تضمین بدهند. 3 نسبت به آزادی و حقوق مسلم زنان باید توجه جدی و مسئولیت پذیرانه صورت بگیرند. اینا حرفهای بسیار معقول و ارزشمنده. اساسا حرف ما و حرف مردم ما 30 سال قبل همین بود در این مملکت که در افغانستان مشکلات زمان حل خواهد شد که ما همدیگر را بپذیریم و یک حکومت فراگیر ملی تشکیل بدهیم که همه اقوام در آن خود را ببینند و بر اساس ارزش‌ها و لیاقت‌ها و شایستگی‌هایی که دارند خودشون را در عرصه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی و فکری و فرهنگی و اجتماعی ببینند. حرفی را که ما 30 سال قبل زدیم و گوشی برای شنیدن نبود، امروز هم در داخل، هم در سطح منطقه و هم در سطح جهان حرف همه دنیا همین است که تحریک طالبان، شما اگر میخواهید به رسمیت شناخته شوید، حکومتی فراگیر ملی در افغانستان ایجاد کنید. نکته ای را که من میخواهم باز برای تحریک محترم اسلامی طالبان عرض بکنم این است: مسئولین رد بالای طالبان کلید حل مشکلات افغانستان در اسلو نیست، در مسکو نیست، در تهران و اسلام آباد نیست و در پایتخت ترکیه و عربستان هم نخواهد بود. کلید حل مشکلات کشور به دستان توانای ملت افغانستان است. شما قدر این ملت را بدانید، این ملت را به صحنه بیاورید تا دنیا قدر شما را بداند. شما زمانی می توانید به عنوان نمایندگان این ملت با دنیا صحبت بکنید که نظام سیاسی آینده کشور را بر اساس اراده ملی استوار کنید، و اگر دوباره جریان معامله‌گری پیش بیاید قطعا حکومت آینده هم حکومت موفقی نخواهد بود. کمونیست ها با روس معامله کردند، شکست خوردند. مجاهدین با آمریکا معامله کرد، شکست خوردند. دوره قبل طالبان با پاکستان معامله کرد، شکست خورد. دموکراسی با پشتوانه 40 کشور خارجی بر اساس معامله به وجود آمد، شکست خورد. و امروز این تجربه تلخ گذشته را امیدوار مسئولین طالبان مد نظر قرار داده، برای یک بار هم که در تاریخ نظام سیاسی در افغانستان را بر اساس اراده ملی برپا کنند، قدر جوانان نخبه و تحصیل کرده کشور را بدانید، به ملتتان ارزش بدین تا در دنیا ارزشمند شوید. اگر این ملت را برایش بها دادید، اگر این ملت را به صحنه آوردید، اگر مشروعیتتان را از دستان ملت رشید و شریف و نجیب و با غیرت افغانستان گرفتید، اون وقت دنیا مجبور است شما
را به عنوان نمایندگان ملت افغانستان به رسمیت بشناسد، به خواسته های شما تمکین کند، ثروت ملی افغانستان را از بلوکه شدن آزاد کند. ولی تا زمانی که هر سیستم سیاسی پوش به ملتش کند، ملتش را خار کند، برای ملتش بها قائل نشود، در نظام بین المللی امروز هرگز عزیز نخواهد شد. بنابراین همه مسئولین طالبان باید بدانند که کلید حل مشکلات افغانستان در داخل افغانستان و در دست مردم افغانستان و در دست جوانان نخبه و تحصیل کرده افغانستان هست. این ملت نیازمند نوازش است. این ملت شایسته خدمت گذاری است. اگر کسی به این ملت خدمت کرد، این ملت را سروری داد، به این ملت عزت داد، خودش نیز عزیز خواهد شد. همه برادران و مسئولین محترم طالبان باید بدانند که مردم از فساد بیزار بودند، مردم از ناامنی متنفر بودند، ولی همین مردم از زندگی کردن بیزار نیستن. همین مردمی که تشنه امنیت بود امروز تشنه عدالتن. همین مردمی که از فساد خسته شده بودن امروز تشنه عدالت گستری بر اساس آموزه های دینی و اسلامی و انسانی هستن. و اگر شما خود را فرزندان این ملت می دانین و میگوین برای این ملت جهاد کرده این که حتما همین طور هست، پس به دامن این ملت برگردین. بجای این که به دنبال مشروعیت در نروژ، در مسکو، در تهران، در اسلام آباد و در ترکیه و در سایر کشورها در به در میگردید، برگردید به دامن ملتتون. مشروعیت نظام سیاسی را از آرای این مردم به دست بیاورید و بعد به عنوان خدمت گزاران این مردم همه دنیا شما را به رسمیت خواهد شناخت و به همه خواسته های مشروع و قانونی شما نیز تمکین خواهد کرد. امیدواریم که خدای متعال به همه مسئولین امروز کشور این درک و شعور سیاسی را عنایت بکند که این نکته را بفهمند که کلید حل مشکلات سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فکری و فرهنگی کشور فقط در داخل افغانستان و فقط در دستان ملت نجیب و رشید افغانستان هست و نه در جای دیگر. مناسبت دیگری را که به صورت معنوی باید عرض بکنیم، ولادت با سعادت امام باقر علیه الصلاه و السلام هست که پنجمین امام برحق ما شیعیان هست که دارای عظمت و بزرگی بی‌نظیر در تاریخ فکر و علم و اندیشه هست. اولا این امام پنجم ما بر لحاظ نسب هم حسنی هست و هم حسینی. مادرش نسب حسنی دارد، پدرش از اولاده سید الشهدا حضرت امام زین العابدین علیه السلام هست. پس ایشون 100% به لحاظ نسبی فاطمی و علوی هستند. و اما به لحاظ نقشی که امام باقر علیه السلام در تاریخ داره، معروف است به باقر العلوم، یعنی کسی که علم را شکافت، کسی که جهل را از بین برد، کسی که دین را بر اساس اون دانش الهی که داشت زنده کرد. در عظمت او همین بس که پیامبر گرامی اسلام توسط جابر ابن عبدالله انصاری به او سلام فرستاده بود، به جابر گفته بود تو کسی را از نسل من زیارت میکنی که اسم او هم اسم من است، قیافه او هم قیافه من هست، وقتی به او رسیدی بدان که او باقر العلوم و شکافنده علم و دانش است، سلام من را به او برسان. عبدالله ابن عطا از دانشمندان عصر امام باقر، همه اعتراف دارند به عظمت علمی امام باقر علیه السلام که اصحاب پیامبر مثل جابر ابن عبدالله انصاری
و تابعین زمان پیامبر و علما و فقها و متکلمین و دانشمندان عصر امام باقر همه می آمدن و از مکتب امام باقر علیه السلام استفاده می کردن. این دانشمند عصر امام باقر می گوید من هرگز دانشمندان اسلام را در هیچ محفل و مجمعی به اندازه محفل محمد ابن علی حقیر و کوچک ندیدم. من حکیم ابن عتیبه را که در علم و فقه شهره آفاق بود دیدم در خدمت محمد باقر مانند کودکی در برابر استاد عالی مقام زانوی ادب به زمین زده شیفته و مجذوب کلام و شخصیت او گردیده است. در تاریخ تفکر ما و اندیشه ما و باور ما و عقیده ما و اسلام ما و تشیع ما چنین شخصیت می درخشد که ما باید قدر او را و قیمت او را بدانیم و عظمت او را درک کنیم. من فقط با یک حدیث از این امام همام خطبه را به پایان ببرم. امام باقر علیه السلام می فرماید سه خصلت از خصلت های دنیا نیک است. مؤمنین نمازگزار، خوب دقت کنید. امام باقر می فرماید از کسی که به تو ستم کردن گذشت کنی. اگر این فرهنگ را ما یاد بگیریم چقدر زندگی ما شیرین خواهد شد. کسی که به ما ظلم کرده و ستم کرده اگر دست ما به او رسید ازش گذشت کنیم، آنگونه که علی ابن ابی طالب از ابن ملجم میخواست گذشت کنیم. بعد میفرماید کسی که از تو بریده بهش بپیوند. ببینید روابط اجتماعی و خانوادگی ما کوچکترین مشکلات پیش می آید بعضی موقع سالها دو تا برادر با هم ارتباط ندارن. بگید چرا ارتباط نداریم که در فلان جای من اینطوری گفت. امام باقر می گوید اگر کسی از تو برید برو سراغش بگو برادرم، عزیزم، عمویم، عمم، خالم، من یک اشتباه کردم، شما اشتباه من را بپذیر. این فرهنگ دینی و اسلامی است، نه قهر کردن سالها و ماها. بعد بفرماید اگر کسی با شما از روی نادانی رفتار بد کرد، نفهمیده رفتار بد کرد، باید در برابر رفتار آدمهای نادان بردبار باشید. اینا پیام های ارزشمند تربیتی و اخلاقی امام باقر علیه السلام هست که ولادت با سعادتش را که در اول ماه رجب هست به یک روایتی خدمت امام زمان و شما مؤمنین نمازگزار تبریک و تهنیت عرض میکنیم. امیدواریم خدای متعال به ما توفیق امام شناسی و امام باوری و امام گرایی عنایت بفرماید. پروردگارا ما را با فاطمه و فرهنگ فاطمه آشنا بگردان، ما را با فرهنگ فاطمی زنده بدار و با عشق و ارادت فاطمی ما را بمیران. پروردگارا دین ما، ایمان ما، نسل ما و ناموس ما را در سایه قرآن و اطرت و عنایات خاصه امام زمان حفظ بفرما. امنیت و آرامش و آسایش را برای همیشه در سرزمین ما برگردان. به مسئولین سیاسی ما درک و شعور بالای سیاسی و فرهنگی عنایت بفرما. اتحاد، اتفاق، همدلی و همگرایی و برادری را در این کشور برای همیشه مستقر و مستدام بدار. پروردگار کسانی که در صدد به هم زدن امنیت در کشور ما هستند از صفحه روزگار برانداز. باران رحمتت را بر ما فرو ریز. عاقبت امر همه ما را ختم به خیر قرار بده. بسم الله الرحمن الرحیم. والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. بر محمد و آل محمد صلوات.